سلام دوستان گرامی سلام میکنم خدمتتون به نام عیسی مسیح امیدوارم که خوب باشید و این سیزدهمین و آخرین درس از سلسله پیام هامون پیرامون فیض در کلیسا رو میخوام خدمتتون تقدیم بکنم و امروز میخوایم راجع به اون خدمت دعا و دعا کردن و شفاعت کردن برای یکدیگر تفکر بکنیم ما به خاطر کار عظیم عیسی مسیح نجات پیدا کردیم و یکی از جنب کارهای عیسی برای ما به عنوان نجات دهندمون این است که او از نجات ما نگاهبانی هم میکنه چگونه به وسیله دعای شفاعت او مرتبا داره برای ما شفاعت میکنه مرتبا داره برای ما دعا میکنه و ما نیز به خاطر این محبت خدا به ما ما نیز یاد باید بگیریم که برای همدیگه دعا بکنیم پس امروز ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم پس بیایید با همدیگه دعا بکنیم و سپس راجع به اون خدمت دعا و خدمت شفاعت صحبت خواهیم کرد پدر آسمانی تو رو شکر میکنیم به خاطر جمعی برکات و نعمت هایت ای خداوند دعا, دعا میکنیم که تو ما رو محافظت بفرمایی کمک بکنی که امروز راجب کلام تو یاد بگیریم به لیاقت عیسی مسیح آمین در یعقوب رساله یعقوب فصل پنجم به ما درباره کلیسا صحبت میکنه و میگه اگر کسی خوشحال باشد فصل پنجم آیه ی سیزده اگر کسی از شما مبتلای بلایی باشد دعا بنماید اگر کسی خوشحال باشد سرود بخواند ما خوشحالی و ناراحتیمون رو باید واقعا باش درست برخورد بکنیم اگر ناراحتیم دعا بکنیم اگر خوشحالیم سرود بخونیم و از همدیگه چیزی رو مخفی نگاه نداریم حالا هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان مشایخ کلیسا رو طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد درخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد خب اینجا یک راهکار یاد میده میگه که اگه کسی مریضه باید تماس بگیره تلفن بکنه خبر بده که مشایخ کلیسا بیام براش دعا بکنن من زیاد شده یه اتفاق پیش اومده که شخصی مریض بوده بعد مثلا یه دو هفته نبوده تو کلیسا بعد میاد میگم چی آقا شما که احوال ما رو نمیپرسی تو چه کشیشی هستی اصلا احوال ما رو نمیپرسی من مریض بودم مگه کلام نگفته که برای اعضای کلیسا دعا کن تو کشیشی به درد نخوری هستی برای ما دعا نکردی <تص> این اتفاق البته شوخی میکنم با این شکل هیچکی گله نکرده ولی خب مردم گله گذاری میکنن که آقای کشیش چرا برای ما دعا نکردی و کلام میگه که کشیش که علم غیب نداره که ما کجا میدونه که شما مریضی شما باید طلب بکنی و اون عمل طلب کردن به یک معنا دارید شما ایمانتون رو به کار میمندید خداوند کلام تو اینو گفته و من مطمئنم که کلام تو درست میگه من میخوام مطابق کلام تو رفتار بکنم از کشیشم میخوام که مطابق کلام تو دعا بکنه و میدونم که تو این کار رو انجام میدی پس یه قدم ایمانه حالا دعای ایمان مریض رو شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد خب نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید رو ما راجبش صحبت کردیم یه برنامه ای ادامه میدم میگه برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد برای یکدیگر دعا کنید این موضوع تفکر امروز ماست که ما در کلیسایی که فیض دریافت کردیم باید اهل دعا کردن برای همدیگه باشیم حالا ببینید صحبت چیه صحبت اینه که ما یک پادشاهی داریم یک نجات دهنده ای داریم که اون نجات دهنده شفیع ما هستش و کار شفاعت رو داره انجام میده کار ایستادن و دعا کردن برای ما رو انجام میده و این رو زمانی که ما اصلا نمیدونستیم نیاز داریم زمانی که اصلا نمیدونستیم که خداوند کیست و چگونه عمل میکنه عیسی مسیح به خاطر محبتش اومد به ما محبت کرد و برای ما دعا کرد قبل از آن که ما عیسی رو بشناسیم قبل از آن که عیسی در جسم بشه این پیشگویی رو اشعای نبی میکنه اشعای نبی در فصل 59 درباره گناه و عواقب گناه صحبت میکنه میگه دست خدا کوتاه نیست که نتونه برهانه گوش او سنگین نیست که نتونه بشنوه ام ولی ام خدا به خاطر گناهان شما روی خودش رو از شما پوشونیده و دستای شما به گناه و انگشتای شما به شرارت و خون آلوده است لبهای شما دروغ میگه زبانهای شما شرارت آمیزه و خدا نمیخواد با شما کاری داشته باشه و بین شما و خدا یک فاصله بزرگی افتاده یک ورطه عظیمی است و این فاصله بزرگ اونقدر زیاده که شما نمیتونید از این ورته عظیم رد بشید خودتون رو به اونجا برسونید افرادی که میگن که آقا شما میتونی خودتو به خدا برسونی به شما دارن دروغ میگن ادیانی که به شما میگه که تو یه قدم وردار و بیا به طرف خدا و خدا تو رو قبول میکنه به شما داره دروغ میگه ما بین ما و خدا گناهان ما چنان فاصله انداخته که ما به یک پل نیاز داریم نه به راه راهی نیست باید عیسی مسیح بیاد و با وجود خودش اون ورته رو پر بکنه اون پل رو بزنه و اینجا ما میبینیم تو اشایه پنجا و نو آیه پونزده میگه راستی مفقود شده است و هر که از بدی اجتناب نماید خود را به یغما می سپارد و ازیت بد شده که راستی دیگه پیدا نمیشه قحطش شده گم شده و هر کی که بخواد درست زندگی بکنه ضرر میکنه انگار وضعیت یه شده که اگه راستشو بگی کلا سرت میذارن در کشور ما یک همچین وضعیتی خیلی جا میبینیم حکم اگر تو بازار مثلا فلان جا شما راستشو بگی کلا سرت میره بعد حتما دروغو بگی و انقدر وضعیت بد شده و چون خداوند این رادیت در نظر او بد آمد که انصاف وجود نداشت و او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده ای وجود نداشت هیچ کسی نیست که بیاد برای قوم شفاعت بکنه خدا وقتی که میبینه همه آدما اینجوری از شفاعت کردن و از کار خوب کردن ناتوانند اون موقع خودش میاد اختیار عمل رو به دست میگیره میگه چی از این جهت بازوی وی بر او نجات آورد و عدالت او وی را دستگیری نمود پس عدالت را مثل زره پوشید و خود نجات را بر سر خیش نهاد جامعه انتقام را به جای لباس دربر کرد و غیرت را مثل ردا پوشید عیسی مسیح اینجا تصویری است که خداوند وقتی که میبینه که هیچ کسی نیست هیچ انسانی نمیتونه خودش نجات بده و عزیزت خیلی بده خودش میاد ابتکار عمل رو در دست میگیره اختیار رو در دست میگیره و میاد برای ما انسان ها چکار میکنه؟ وارد عمل میشه میاد او بها رو پرداخت میکنه و شفاعت میکنه ببینید ما در رومیان فصل هشت زمانی که راجع به کار عیسی مسیح حالا بعد از صلیب و بعد رستاخیز پولس داره درباره کار عیسی مسیح می نویسه میگه چی میگه که روح روح خدا برای ما شفاعت میکنه همچنین روح نیز آیه 26 از فصل 8 ضعف ما را مدد میکند زیرا آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیدانیم لیکن خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد به خاطر کار عیسی مسیح خدا اکنون شفاعت کننده ای رو داره ما شفاعت کننده ای رو داریم در اشعیا 59 خوندیم که خدا میگه تعجب کرد که شفاعت کننده ای نیست الان به خاطر کار عیسی مسیح روح خدا برای فرزندان مسیح شفاعت میکنه و مسیح نیست برای ما شفاعت میکنه میگه آیه 33 کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود آیا خدا که عادل کننده است آیه 34 کیست که بر ایشان فتوا دهد آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخواست آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند کیه که بتونه به من مسیحی فتوا بده هیچ کس مسیح داره مرتبا منو شفاعت می کنه yeah, oh. من حالا ببینم کجا اکسا این بد میگم امروز خیلی جالب بود که دوباره برای خرنازی دعا کردیم تو کلیسا آخه بعد اون تصادفی که دو ماه پیش کرد وضعش خیلی بد الان دو ماه کماست ولی چه خوب که ما داریم برایش دعا میکنیم یه اتحادی از بین خواهرها و برادرها تو کلیسا که دارن دعا میکنن و من مطمئنم که خدا باید جواب بده و این خواهر باید شفا پیدا کنه چون تو دعا قدرت بسیاری وجود داره و وقتی که خواهرها و برادرها با همدیگه به خاطر یه موضوع دعا میکنن مطمئنا خدا باید جواب بده اصلا میدونی چی من تجربه کردم تو زندگیم که هیچ موقع خدا دعاهای ما رو فراموش نمیکنه حتی اگه ما خودمون درباره یه موضوعی دعا کرده باشیم و فراموش کرده باشیم یه روز خدا که موقعش باشه اون جواب رو به ما میده شهرام جو هر چیزی یه راهی داره الان دو ماه داریم واسه این خواهر دعا میکنی ایشون خب باید به قوانین راهنمایی رانندگی احترام میذاش رعایت میکرد علکی که این اتفاق نیافتاده دیگه باید سب کنیم ببینیم خوب شن دیگه به امید خدا دو ماه جواب نگرفتی من خیلی شده دعا کردم اصلا جواب نگرفتم خب, خب شاید تو اراده خدا نبوده بعضی چیزا دعا نباید براشون کرد اتفاقا من اعتقاد دارم تو همه چیزها باید دعا کنیم. خواهر خیلی بد رانندگی اون روزش منو هم... مثلا مثل من ندید. اصلا اگر که شاید می‌گذشت یکی رو میکش، حالا می‌افت زندان. حبس ابد. دیگه هیچ چی میمون اونجا. ببین من اصلا باید باید کاری به این باید. کارا ندارم. من میگم باید دعا کنیم به خاطر هر موضوعی. الان که موضوع این خواهر رو بورسه باید به خاطر اون دعا کنیم. چون زیاد احتیاج داره به دعا کردن و ما باید به عنوان یه خواهر و برادر روحانی که دوستش هم داریم براش دعا کنیم تا خدا جوابش بده حالا اصلا بیا یه کاری بکنیم بیا همین الان واسه این خواهر دعا کنیم نظرت چیه؟ من حوصله ندارم عالمه کارم افتاد تو آشپزخونه الان گفتم بیا یه ذره ایکسو بازی کنی برم دوره بقیه کارام بکن ببین بازی میکنه ولی دعا کردن لازمه ها که اینو خیلی دعا کردیم دیگه من نمیکنم دعا کنم خسته شدم تو بشی خود دعا کن ولی خدا که خسته نشده ما باید دعا کنیم خدا جواب بده دیگه حالا اینا سب میکنیم خوب شن خدا شد ولی ما میتونیم با دعا دعاهامون این خوب شدن رو یکم تعجیلش ببخش یعنی زودترش بکنیم شرم جان شما دعا کن یعنی شما نبود مطرد بشی با من؟ من نگفتم شما دعا نکن نه دعا کن من برم جلزر کارام هم همه مونده نفتی؟ که دیگه دعا؟ دو... حالا ما در عیسی مسیح این فیض رو یافتیم این رحمت رو یافتیم این هدیه بزرگ رو یافتیم که ما خون عیسی ما رو شسته روح او در ما داره عمل میکنه زمانی که میخوایم دعا کنیم روح خدا برای ما با ما دعا میکنه برای ما شفاعت میکنه زمانی که میخوایم دعا بکنیم به حضور پدر عیسی مسیح برای ما همراه ما دعا میکنه و شفاعت میکنه عزیزان این یک پیغام شیرین انجیل ایسای مسیح به عنوان کاهن اعظم ما آمده راه رو فراهم کرده اون پر رو زده و برای ما در نزد خدا دائما شفاعت میکنه نگاه کنید به ابرانیان فصل هفتم میگه چی میگه که لیکن وی درباره عیسی میگه درباره کاهن اعظم ما میگه میگه لیکن وی چون تا به ابد باقی است کهانت بی زوال دارد و هر مثل کاهنه معمولی نیست که هر شش ماه یه بار یه سال یه بار مجبور بشه عوض بشه یک کشیش دیگه بیاد یک کاهن دیگه بیاد یک رهبر دینی دیگه بیاد نه او کهانت بی زوال داره اونایی که میگن که مسیحیت دورش یه زمانی به پایان رسید و یه پیغمبر بعد از اون میاد اونا اشتباه میکنن دروغ میگن همچی خبری نیست کلام خدا میگه که او کهانت بی داره پادشاهی و کهانت مسیح هرگز تمام نمیشه که بخواد جاشو به یه نفر دیگه بده کهانتی بی زوال دارد از این جهت نیز قادر است که آنانی که کیا رو اونایی که به وسیله او نزد خدا میان ما مسیحا وقتی که میگیم که به نام عیسی مسیح منظور اینه ما به وسیله مسیح نزد خدا میایم اون نیز قادر است آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بینهایت بخشد چطور چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند عیسی مسیح دائما زنده است و داره شفاعت میکنه ما یک چنین رئیس کاهنایی داریم که شایسته است قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمان ها بلندتر گردیده حالا خبر مهمه که من میخوام خدمتون بگم اینه که این ایسای مهربان این شفیع ما این رهبر ما این پادشاه ما این نجات دهنده ما به ما خدمت دعا کردن رو سپرده به ما کمک میکنه که برای دیگران دعا بکنیم اون از ما توقع داره که خدمت دعا را انجام بدیم پس این وظیفه رو ما باید جدی بگیریم حالا من چند تا نکته رو میخوام در این دقایق در این هشت دقیقه که مونده خدمتتون بگم نکته اول این است که ما باید یاد بگیریم که مسئولیت داریم و این مسئولیتمون رو جدی بگیریم من باید بدونم که در کلیسا مسئولیت دارم این فردی که من بهش میگم خواهر یا این فردی که بهش میگم برادر من مسئول هستم من نگهبان جان او هستم و او نگهبان منه من پاسبان او هستم و او پاسبان منه من نیاز او رو باید درک بکنم او نیز باید نیاز من رو درک بکنه خب این به طور خصوصی و به طور شخصی و با جزئیات غیر ممکنه که من تمام نیازهای همه مسیحیان دنیا رو چه اونایی که تو اوکراین هستن چه اونایی که تو چه میدونم چچن هستن چه اونایی که تو چین و کره و آمریکا و بنگلادش هستن من تمام مسائل اون رو نمیتونم درک بکنم که ولی اون عزیزانی که در کلیسای محلی من هستند و اون چیزایی رو که اخبار مسیحیت به من یاد میده رو باید براشون مسئولیت داشته باشم منی که میبینم که مثلا در پاکستان یا در عراق یا در سوریه به مسیحیان جفا میاد من باید برای اونها دعا بکنم وقتی من میبینم که در کره شمالی برای مسیحیان سختی ها هستش اگه ببینم در کلیسای شیراز یا کلیسای اصفهان یا کلیسای مشهد برای مسیحیان فشار و مشکل هستش من وظیفه دارم که برای اونها دعا بکنم ولی در این حال چشم من با اینکه باید به جهان باز بشه باید مشکل برادر و خواهر خودم رو در کلیسای محلی خودم هم از یاد نبرم و برای اونم دعا بکنم پس من لازمه که وقتی که دعا میکنم اه، یک اه، چیز خیلی عملی که من بهتون بگم یک لیستی برای دعا کردن باید داشته باشیم ما غیر ممکنه که بتونیم همه مسائل همیشه یادمون باشه ولی یه دونه کتابچه کوچیک دفترچه کوچیک با یه قلم ریز بنویسیم خوبه که داشته باشیم که من وقتی که میخوام دعا بکنم یک وقت خاصی رو بذارم برای دعا برای شفاعت برای دیگران لیستم همرامه بله برای فلانی که بچهش تو بیمارستانه برای اون یکی که بچه خواهرش در حالا حامله است و ممکنه قلب بچه زیاد خوب کار نکنه برای اون یکی که با سرطان مشکل داره برای اون یکی که بیکاره برای اون یکی که حکمت خدا رو میخواد نمیدونه که حالا امسال بره دانشگاه یا بره سر کار برای اون یکی برادرم که بخواد ازدواج بکنه و نمیدونه که حالا با این دختر ازدواج کنه یا با اون یکی دختر ازدواج کنه من باید دعا بکنم نه اینکه چون کشیش هم وظیفمه نه به خاطری که چون, چون مسیحی هستم وظیفمه شما هم چون مسیحی هستی وظیفتونه بس این ای قسمت اصلیش یک مسئولیتی ما در کلیسا داریم دوم علت دیگه که ما این مسئولیت رو داریم و بعد ازش آگاه باشیم و دعا بکنیم این است که ما همکاران مسیح هستیم کلام خدا به ما میگه که شما برای مسیح ایلچی هستید شما همکار هستید با با مسیح رساله دوم به پولس رسول به قرنتیان به ما درباره خدمتمون به ما درباره مسئولیتمون صحبت میکنه میگه ما یک خدمتی رو دریافت کردیم رحمتی رو داریم و این رنجی که میکشیم این زحمتی که ممکنه بکشیم برای دیگران برای خدمت انجیل خیلی سبک ما یک خدمت خیلی مهمی رو داریم چرا چون ما یک خلقت تازه هستیم خدا به ما حیات تازه داده و از ما میخواد که مطابق این حیات تازه رفتار بکنیم خدا به ما یک انسانیت جدیدی بخشیده چیزهای کهنه دوم قرنتیان پنج آیه هجده میگه خدا همه چیز رو به وسیله مسیح با خود مصالحه داد خدا صلح کرد با جهان گناهکاران و این خدمت رو به ما هم سپرده خدمت صلح خدمت مصالحه رو به ما سپرده یعنی اینکه خدا در مسیح بود آیه 19 و جهان را با خود مصالحه میداد و خطاهای ایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویی خدا به زبان ما وعظ می کند پس به خاطر مسیح استدعا می کنم که با خدا مصالحه کنید ما یک خدمت تازه رو داریم یک انسانیت تازه رو داریم یک وظیفه تازه رو داریم کلام خدا ما میگه برای یکدیگر دعا کنید و ما باید این خدمت رو این کلام رو این مسئولیت رو جدی بگیریم چرا عیسی مسیح نگاه کنید چه کار کرد اینو ما گفتیم خیلی سریع تکرار میکنم او آمد برای ما جان داد برخواست گناهان ما بخشیده شد به خاطر خون عیسی مسیح و او قدم به قدم این زندگی مسیحی همراه ما داره حرکت میکنه برای ما شفاعت میکنه یعنی چی خداوند این فریبرز میبینی ضعیفه کمکش کن ای پدر این فریبرز میبینی الان ممکنه لغزش بخوره حفاظتش کن ای خداوندا فریبورس هم ممکنه عصبانی بشه بهش آرامش بده اینجوری داره همیشه برای ما دعا میکنه همیشه داره شفاعت میکنه روح القدس به فریبورس کلام بده که توپق نزنه کمکش رو کن که حقیقت انجیل رو درست از بالای منبر کریستا اعلام بکنه و غیره و غیره از ما هم میخواد که دیگران رو دعا کنیم چرا؟ فصل ششم دوم قرنتیان اولین کلماتش به ما دلیلش رو میگه ما همکاران او هستیم خداوند به ما یک منتی گذاشته یک موهبتی رو به ما داده که ما همکاران پسر حبیبش عیسی مسیح بشیم ما یک وظیفه ای رو به ما محول کرده یک مسئولیتی رو به ما داده که با او همکاری بکنیم ما با عیسی مسیح یک مسئولیت مهمی رو داریم و اونم اینه که جانها رو برای او سید بکنیم ملکوت او رو پیش ببریم و کارگران تاکستان او هستیم انواع اقسام نمونه های مختلف تصاویر رو ما در کلام میبینیم که این حقیقت رو به ما میگه که ما با خداوند داریم همکاری میکنیم ایلچی او هستیم همکاران او هستیم کارگران حساد او هستیم در تاکستان او کار میکنیم و خدمتی که او میکنه خدمت ما هم هست او داره دائما شفاعت میکنه ما هم باید دائما دیگران رو شفاعت بکنیم و براشون دعا بکنیم دوستان در کلیسای خداوند برای یک دیگر دعا کنید به نام عیسی مسیح راجع به آنچه که شنیدی تفکر کنید آمین